سلام دوستان وقتتون بخیر من پیمانم از چنل انگلیش ادیکشن درس 16 گرامر راجبه past perfect continuous هست گذشته کامل استمراری قبل از اینکه وارد درس بشیم اگر از ویدیوهای چنل راضی هستیم میتونید چنل رو سابسکرایب بکنید و اگه تا آخر ویدیو دیدین و راضی بودین از ویدیو میتونید ویدیو رو لایک بکنین بریم وارد درس بشیم خب دوستان Unit 16 past perfect continuous I had been doing گذشته کامل استمراری خب ما حال کامل استمراری و حال کامل رو بررسی کردیم گفتیم که با اونا با زمان حال به زمان حال مرتبطن خب یعنی یه کاری داشته انجام می شده recently نزدیک زمان حال یا مرتبط به زمان حال اینجا یه کاری داشته انجام می شده مرتبط به زمان گذشته بنابراین ما یه نقطه داخل زمان گذشته مشخص میکنیم و میریم قبل از اون از این فعل استفاده میکنیم بریم حالا توی درس بیشتر متوجه میشیم Yesterday morning I got up and looked out the window خب دیروز صبح من از جام بلند شدم و به بیرون پنجره نگاه کردم The sun was shining but the ground was very wet خب میگه خورشید داشت میتابید همون لحظه که من داشتم بیرون رو نگاه می کردم خورشید داشت می But the ground was very wet. زمین خیلی خیس بود. پس چی؟ داشته بارون می قبل از این که من بیرون رو نگاه کنم و حالا شاید قبل از این که من پاشم اصلا. پس نقطه ای که ما در گذشته هستیم اینه که پاش شدیم و بیرون از پنجره نگاه کردیم. این میشه یه نقطه start میریم قبلش. میریم قبلش میگیم it had been raining. داشته بارون می اومده قبل از این زمانی که من پا شدم. It was not raining when I looked out of the window. وقتی که من بیرون پنجره رو نگاه کردم بارون نمی باریده. ولی The sun was shining but it had been raining before. خورشید داشته میتابیده و قبل قبل از اون داشته بارون می اومده. بچه‌ها ساختارش هم به سادگی قابل ساختن هستش. زمیرمون رو میاریم حالا هر زمیری که هست آی وی یو هرچی و بعدش حد میاریم برای همه حالات حد میاریم مثل past perfect که حد میاریم این هم شکل خلاصه که اپسترف دی میگیره اون زمیرمون حد بعدش بن بن تو همه حالات گذشته کامل برای بن رو داریم فعل با ing I had been doing She had been working. They had been playing. Okay. این ساختار کلیشه. چند تا مثال ببینیم. Some more examples. My hands were dirty. بودن. خب. یعنی دارم گذشته رو بیان میکنم. Because I'd been repairing my bike. چون که قبل از اون که من دستم کسی فشه داشتم دوچرخم تعمیر می پس قبل از گذشته میریم Tom was very tired when he got home تام وقتی رسید خونه خیلی خسته بود He'd or he had been working all day خب، چون که کل روز داشت سخت کار میکرد Working hard all day چون که تمام روز داشت سخت کار میکرد پس اینم قبل از زمان گذشته و قبل از خسته شدن تامه. I went to Madrid a few years ago and stayed with a friend of mine. من چند سال پیش رفتم. رفتم مادرید و اونجا پیش یکی از استان موندم. She hadn't been living there very long but she knew the city very well. اون خیلی وقت اونجا زندگی نمی کرد قبل از اینکه من اونجا برم پنج سال پیش ولی شهر رو به خوبی می شناخت but she knew the city very well پس من به مادرید رفتم پنج سال پیش زمان گذشته قبل از اون she hadn't been living there قبل از اون که من برم خیلی وقت نبود اونجا زندگی می کرد اون دوستم You can say something had, had been happening before something else happened. میگه که میتونیم بگیم که یه اتفاقی داشته میافتاده قبل از اینکه یه اتفاق دیگه افتاده توی گذشته. ببینید این زمان حاله، این زمان گذشته است و این زمانیه هستش که اون اتفاق داشته میافتاده. به این میگیم past perfect continuous. We had been playing tennis for about half an hour when it started to rain heavily. از این اول اتفاق افتاده چون زمان گذشته ارده. It started raining heavily. قبلش چی؟ We had been playing tennis for about half an hour. نیم ساعت حدودن داشتیم تنیس بازی میکردیم و بعدش بارون شروع شد. Okay, we had been. یا yeah, we'd been. گفتیم که apostrophe دی میاد به جای uh, had. مقایسه بکنیم. گفتم که توی person perfect به زمان حال مرتبطه داشته داشتم یه کاری میکردم تا الان ولی این نه اول زمان گذشته رو بیان میکنیم و میگیم قبل از اون یه اتفاقی داشت میافتاد این که به زمان حال مرتبطه I hope the bus comes soon I've been waiting for 20 minutes I've been waiting یا yeah, I have been waiting 20 دقیقه منتظرم 20 دقیقه هستش که منتظرم امیدوارم که اتوبوس زودتر بیاد زمان حال خب و منم 20 دقیقه است که قبل از الان منتظرم. اینجا چی؟ At last the bus came. بالاخره اتوبوس اومد. در زمان گذشته. و من 20 دقیقه منتظرش مونده بودم. I had been waiting for 20 minutes. قبل از اینکه اتوبوس بیاد من 20 دقیقه منتظر بودم ولی اتوبوس اومد در زمان گذشته بوده. James is out of breath. یعنی چی؟ یعنی جیمز از نفس افتاده از نفس افتاده زمان حال is he has been یا has been running داشته میدویده گفتیم که فعل continuous person perfect continuous معمولا آثارش به شدت در شخص مشهوده حالا اینجا میگه جیمز was out of breath یعنی اینجا از نفس افتاده بود در گذشته پس قبلش چی؟ قبلش داشته میدویده He'd بین یا he had been running. اوکی okay. حالا بریم مقایسه کنیم با was plus ing. ما اونم was plus ing رو هم همین جوری ترجمه می‌کردیم. میگفتیم داشته یه کاری میکرده ولی منظورمون داشته توی همین زمان گذشته نمیرفتیم عقبتر ولی برای had been ing می می میایم عقبتر از گذشته. It wasn't raining when we went out. وقتی ما رفتیم بیرون بارون نمی اومد. دقیقا همون زمانی که ما رفتیم بیرون. The sun was shining. خورشید داشت میتابید. حالا میگه بریم قبلش. But it had been raining. ولی قبلش داشت بارون میبارید. So the ground was wet. پس زمین خیس بود. چون قبل از اون داشت بارون بارید پس میگه wasn't raining but had been raining. اینا رو همش توی یه جمله آوردیم گفتیم بارون نمیبارید ولی قبلش داشت بارون میبارید Catherine was lying on the sofa کاترین روی مبل دراز کشیده بود okay. she was tired اینا با زمان گذشته است خسته بود چرا چون قبلش داشت سخت کار میکرد because she had been working hard یا yeah, she'd been working hard alright قسمت آخر بعضی از فعل ها که توی درس چهار بهش اشاره کردیم یونیت 4A بخش Aش هم بود بعضی فعل ها رو معرفی کردیم مثل نو no", مثل هف گفتیم اینا در فرم کانتینیو ظاهر نمیشن و معمولا همون فرم پرفکتشون رو مینویسیم نویسیم پرفکت سیمپلشون رو مینویسیم مثلا نو no", are not normally used in continuous forms یعنی ing نمیگیرن مثال اول We were good friends. We had known each other for years. ما دوستان خوبی بودیم. ببینید. بودیم. قبل از اون همه خوب میشناختیم. We had known each other. ما هم دیگر رو میشناختیم. نمیگیم we had been knowing. به خاطر فعل know. نمیتونیم از این استفاده کنیم. اگه فعل دیگه به اون حالت ها بود میتونیم. چون که در این زمان اتفاق افتاد. پس میگیم we had known each other for years. پس نه باید بگیم not we had been knowing اشتباهه. A few years ago, چند سال پیش, Lisa cut her hair really short. Cut your hair short. یعنی مواتونو کتا کنی. Lisa cut her hair really short. چند سال پیش لیسا مواشو خیلی کرد. I was surprised. من تحجب کردم. چون که همیشه موی بلند داشته میخوایم بریم قبل تر قبل از اینکه موهاشو کوتاه کنه همیشه موهای بلندی داشته she had always had نمیگیم she had always been having به خاطر اینکه ing نمیگیره بنابراین میگیم she'd always had یا she had always had long hair alright بریم یه مثالم حل بکنیم و بقیه مثالا رو به شما میسپارم The children came into the house. بچه ها اومدن توی خونه. They had a football. فوتبال اتمالا باز مسابقه فوتبال داشتن. And they were both very tired. و دوتاشون خیلی خسته بودن. اینا زمان گذشته است. میخوایم بریم عقب بگیم که داشتن فوتبال بازی میکردن. میگیم they had been playing football. مثال بعدی مثال سه I was disappointed when I had to cancel my holiday. وقتی که مجبور شدم که تعطیلاتم رو کنسل کنم بسیار ناامید شدم. چرا؟ چون قبل از اینکه کنسل کنم میریم عقبتر از گذشته مشتاقش بودم. Look forward to یعنی مشتاق چیزی بودن. پس میگیم I had been looking forward to it. I had been looking forward to it. Okay. خب مثال پنج. When I got home, گذشته وقتی رسیدم خونه, Mark was sitting in front of the TV. Mark روبروی تلویزیون نشسته بود و داشت تلویزیون میدید. بچه ها sitting هم هم میتونه به صورت استمراری بیاد. نمیگیم داشت می نشست. میگیم نشسته بود. Was sitting. Okay. چون سیت هم مثل ووک که راه رفتنه اونا یه فرایند در نظر میگیرن و میتونه استمرار پیدا بکنه وقتی رسیدم خونه مارک جلوی تلویزیون نشسته بود تازه تلویزیون رو خاموش کرده He had just turned it off تازه خاموشش کرده بود پس قبل از اینکه خاموشش کنه بریم عقبتر داشته فیلم میدیده He had been watching a film He had been watching a film okay. یا هید میتونیم بگیم برای همه این حالت ها میتونیم هید شید اوکی okay. همه اینا میتونیم بگیم آید مثال آخر The people waiting at the bus stop were getting impatient. مردمی که توی ایستگاه اتوبوس منتظر اتوبوس بودن داشتن خیلی عصبی میشدن و خیلی بیقرار می شدن impatient می شدن بیتاب می شدن چرا؟ چون the bus was very late اتوبوس خیلی دیر کرده بود پس بریم زمان گذشته تر اونا مدت زیادی رو داشتن صبر که قبلی صبر کرده بودن قبل از اینکه اتوبوس بخواد بیاد They had been waiting for a long time یا میتونیم for رو حذف بکنیم برای جملات مثبت معمولا They had been waiting a long time این هم از مثال اول مثال های بعدی رو به شما میسپارم اگه مشکلی داشتیم در کامنت ها برام بنویسین خیلی ممنون که این جلسه همراه من بودین تا جلسه بعدی خدا نگهدارتون